در موسم نو دقت به ریال مادرید بیشتر می شود. با صف قهرمانان اسپانیا و لیگ چمپیون ها امباپه شامل شد که با بلینگم، رادریگو و وینیسیوس خط حمله قوی را تشکیل می دهد. چه خل همه آنها را در هیئت جای می داده باشند؟ کدام سخیمه را آنچلوتی استفاده می برد؟ رفتن کروس وقتی بازی گرفتن اندریک و جلب آلفونسو دیویس همه در این نوار شهر داده می شود. ما را پیگیر باشد. امروز اگر وضعی بود و هوا مونیا نشود، ریال مادرید مقابل چلسی آخرین بازی خود را در تور آمریکایی دویر میکند. برای ریال این رقابت اهمیت خاص دارد و دسته برای سوپر جام اروپا که یک هفته بعد دویر میشود قواش را میسنجد. تماشای بازی را با خدمت رسانی های یک ایکس جالب تر گردانید. آنجا رگیستراسیا آسان و پرداخت از تمام گوشه‌های دنیا دسترس میباشد. انا برای شهروندان تاجیکستان در اولین نیسو پرکنی تا 8000 سومون بونوس با پروموکد تاجفوت پیشنهاد میشود. سیلکه بازی در کامنتاری با همه موفقیت. بعدی ترانسفری امباپه ریال رو دسته شکست ناپذیر اروپا میسوبند. این هم سبب خود رو دارد، چون با اقتدار کنونی اگر با امباپه دسته ناکام شود ترانسفر رو بدترین میکند. سوال ها اوید هیئت دسته در آن خصوص است که کدام سخیمه رو آنچلوتی انتخاب میکند. سال گذشته کارلو سخیمه نتیجه بخش 4-3-1-2 رو استفاده برد. بلینگم در آن نقش یوری رسون به هجوم ها رو داشت، ولی آمدن امباپه آن رو تغییر داده میتواند. یا سخیمه عوض میشود یا جوی عوضکنی بازینگران صورت میگیرد. عملی آسان‌ترین این با طرح 4-3-3 گذاشتن میشد که مبپه در مرکز حمله جای میگیرد، رادریگو از راست و وینیسیوس از چپ، بلینگم باشد به نیم حمایه پایان‌تر میفراید. اونجا دو حالتی پیشبرد بازی میشود، یا بلینگم به نیم حمایتگران کمک رسون میشود، یا اینکه او نقش بازینگر 8 رو گرفته به حمله کمتر توجه میدهد. در هر دو حالت وابسته به رقیبان وظیفه ها تقسیم خواهند شد. همزمان تخمین میشود که نوابسته به طرح 4-3-3 گرفتن ریال نقش هجومی بلینگم و والورده گم نمیشود. مبپه با وینیسیوس ایوازی موقع کرده بلینگم رو باز و پیش حرکت میدارورند. وریانت ها خیلو زیادند و در عمل دیدنش خیلو جولیب میشود. اویدی رفتنی کروس باید همین رو قید کرد که قسمی از وظیفه های او رو بلینگم میگیرد. با مرکز فرامدن و تأثیر رسان بودن هنری بلینگم رو روش داده او رو باز مده ای توپی تیلویی میتواند کند. از یک طرف تأثیر با امبیسی های جود میرسد و از طرف دیگر ریال وابستگی رو به هنری کروس گم میکند. ریودیگر و میلیتاو در پاسهای دراز همتو ندارند. وظیفه اولین درجه هم توپ رو به خط هجوم رسانیدن می شود. چوامینی و والورد نقش دفاعی رو میگیرند و امکانی جلب دیویس هم هست که در کنار رقابت پذیری رو بیشتر میکند. مندی به حمایت توجه میکند و دیویس باشد هجومی بازی میکند. او با وینیسیوس خوب مطابق می شود که در سخمه 4-3-3 کشوت بازی خواهد کرد. با دیویس طرح 4-3-1-2 بهتر نتیجه میدهد. در این حالت وینیسیوس نزدیک به مرکز با مبپه جفت می شود و موقع برای کشوده شوی در کنار چپ باز می موند. همزمان اینجا بلینگم امکان پیدا می کند که در جای دوست داشتهش با وینیسیوس و مبپه هماهنگ شود. وینیسیوس جونیور با کلیان بیشتر در چپ ثمرانوکی نشان می دهند نسبت به مرکز. نباید امکانیت ها را برای ستاره های اساسی محدود کنند. رادریگو هم در ذخیره بودن نمی خواهد. همین تاریخ بنا بودن کروس از جهت حمایت کماوینگا می تواند با پاس های خود حمله ها را آغاز کند. با این طرح اپورنیک به هیئت نمی رسد که مودریچو گوه گوه از ذخیره می تواند برارد. الواتان دانی سیبالیوس و نیکو پاس هست که صفات خوب نشان داده ایستادند. ریال با احتمال کلون با سخمه 4-3-3 روی می آورد. این به نقش بازینگران ذخیروی تاثیر خود را می رساند. گولر و دیاس اکنون باید به بازی در کنارها عادت کنند. حمایه نیز قریب مشکلی ندارد، ولی آمدن دیویس آن را قوی تر می گرداند. رودیگر، آلابا، میلیتاو و والی خویی که از اجوره اومده بود میتوانند مرکز میدان رو پوشونند. فقط آلابا هلو جراحت دارد و اومدنش انیق نیست. میلیتاو برقرار شد ولی معلوم نیست که پس از جراحت حالتش چی خیل است. ایواز این ناچو با والی خو برابر نمیشود، چون فرناندز صفتی بلند نشون میداد و اشتباه نمیکرد. خیسوس باشد میونه حال است و در موسم قبلی در گرانادا 106 دقیقه بازی کرد و بندی تبوبت بود. ترانسفر یورو بریال لوزیم بود، ولی اکنون به دیگران توجه جو دورانجونه معلوم نیست، زیرا خبری در این بابت به نشر نبرآمده است. خلاصه موسم آینده از ریال انتظاری ها کلون است. میبینیم که باز آنچلوتی در طرح هیئت اشتباه نکند. نقطه اساسی بالانس در حمله از دست نرود، زیرا هدف جلب امباپه هم هجوم را بصفت کردن بود. در هر صورت وقت به ما نشان میدهد که آنچلوتی باز با کدام اختراعاتش نامش را در فوتبال معاصر با حرفهای زرین مینویسد. با همین تمام دوستان تا نورهای بعدی خیر.